بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای قبلی ما پروژه خود را تا به یک قسمت کار کردیم. روز قبل یک گزینه را اضافه کردیم با نام Our Team که تقسیم بندیش قسمه هست. در ابتدا یک سیکشن را تعریف کردیم، بعد داخل سیکشن یک دیو کانتینر، داخل دیو کانتینر دیو با کلاس رو و داخل دیو با کلاس رو سه تا دیو دیگر را داشتیم با کلاس کل ام دی یا کل ال جی 4 که سه تا تقسیم بندی را برای ما ساخت. بعدا داخل از اینا دیو را گرفتیم با دیسپلی فلکس که و جستیفای کانتنت سنتر تا محتوای از او یا همین تصویر در وسط قرار بگیره. به این شکل برای تکست های از این گفتیم تکست سنتر تا در وسط قرار بگیره و یک سری آیکن های دیگه را هم اضافه کردیم. امروز هم به ادامه همین پروژه قسمت کانتکت را کار میکنیم که یک فارم هست و پوینتر از یک فوتر هست. بازم پایین‌تر از قسمت یا سیکشن Our Team اگر بیم یک سیکشن جدید را بسازیم و بازم خوب است در ابتدا یک کومنت را بانید Contact Section Contact Section. ما یک سیکشن جدید را تعریف میکنیم در این قسمت و خوب است برای همین سیکشن یک کلاس یا یک آیدی هم تعریف کنیم تا بعداً بر اساس همین سیکشن یک سری استایل های را نیاز داریم تعریف بکنیم. نام از این سیکشن هم مثلا باشه کانتکت. دوباره تقسیم بندی را که نیاز داریم به این شکل است. گرچه محتوا یک تایتل با یک پاراگراف کوچک در این قسمت، بعد از او تقسیم بندی را که داریم یک آیکن است و مثلا تکستش به این شکل سه تا تقسیم شده، سه تقسیم مساوی، بعد یک فرم هست. اگر خواسته باشیم همچین شکلی را بسازیم و یک نکته را متوجه باشین که نظر و محتواهای دیگه یک چیز کم ارز هست. محتوای دیگه ما در صفحه در کل ارزش بیشتر هست نظر به دیگر قسمت ها، اما در قسمت ارز نظر به قسمت های بالاتر کمتر هست. این حالت را چه قسمی بیم به وجود بریم؟ اگر خواسته باشیم به همون شکل یک حالت را یا یک دیوی را داشته باشیم باید چیکار بکنیم؟ بازم میشه کانتینر بگیریم، درست؟ یک دیو را با کلاس کانتینر بگیریم و اگر خواستین راه ساده ترش باز دوباره داخل همین کانتینر دیوی دیگه را تعریف بکنید با کلاس کانتینر. غیر از اون میشه برای همین کانتینر خود یک عرض را به صورت یا بر اساس فیصدی تعریف بکنید. رای خیلی سادهش همین است که ما دو تا کلاس کانتینر بگیریم. یک کانتینر داخل کانتینر دیگه که عرض را از هر دو طرف یک چیز کمتر می‌سازه. خب این کار انجام دادیم، دو تا کانتینر را تعریف کردیم و در ابتدا باز یک تایتل داریم با یک پاراگراف که تایتل هم از نوع H3 استفاده می‌کنیم، کانتکت است. و پوینتر از اگر یک پاراگراف داشته باشیم متنش یک چیز کمتر تا به این قسمت ذخیره کردیم. صفحه خود اگر رفرش بکنیم یک بار، خب در این قسمت قرار گرفته. تکست سنتر هم نامده هنوز. برای H3 و برای پاراگراف یا خوب است برای کل کانتینر بگیم تکستش سنتر باشه. تکست سنتر در اون صورت تمام کانتنت یا محتوای ما در وسط قرار میگیره، ولی باز ما دو تا کانتینر استفاده کردیم. اگر ببینیم محتوا تقریبا عرض کامل را به خود گرفته. به این شکل میتونیم یک کانتینر دومی را که داریم برداریم و جای از او یک مقدار ویت یا عرض تعریف بکنیم. اگر ما بیم به این شکل یا به صورت انلاین تعریف بکنیم استایل عرض از این باشه مثلا حدود 80%. این 80% را که میگیره جان ویت باشن ویت ندادم برش 80% را که میگیره بازم از داخل همون کانتینر به خود میگیره، یعنی به طرف چپ قرار داره. بازم شما دو راه دارین، 10% را مثلا فاصله از طرف چپ تعریف بکنید، 10% فاصله از طرف چپ و 10% از طرف راست.
یا میشه دیسپلی از ریفلکس بگیریم و بگیم محتوای داخل ازی در وسط باشه، یعنی دیسپلی فلکس جاستیفای کانتنت سنتر. اگر در این قسمت بگیم در کل از طرف چپ 10% فاصله داشته باشه، لفت 10%، 10% فاصله از طرف چپ میگیره که نگرفت به خود جان، درست تعریف کردیم در این قسمت. یک کار دیگه میکنیم، میگیم justify content از این سنتر باشه، justify content سنتر و display از این باید flex باشه در اون صورت. display flex خب این کار انجام دادیم و text center باید برای از این نه بلکه برای H1 ها و پاراگراف استفاده کنیم. یا راه ساده ترش باز یک دیو دیگه را میگیریم، برای از این text center استفاده میکنیم، H3 و پاراگراف داخل از این باید باشه. خب باز هم همون فاصله ی طرف چپ را به خود نگرفت و باید 80% display flex justify content center. خب مارجن تعریف کردیم، پس در اون صورت اینا را هم نیاز نداریم. ویت دادیم یا عرض دیوی که داخل کانتینر قرار داره 80% باشه، یعنی از 100% کانتینر نه بلکه 80%ش را بگیره و از طرف چپ حدود 10% فاصله داشته باشه تا فاصله ما برابر شود یا عرض همون قسمت مساوی شود. محتواهای دیگه خود را آمدیم دوباره البته از قسمت N1 را داخل یک دیوی با کلاس تکست سنتر قرار دادیم تا در وسط قرار بگیره. بعدش میتونیم به این شکل یک تقسیم بندی را داشته باشیم که بازم برای ازی خوب از یک دیو بگیرین و همون دیو را سه تقسیم بکنید. اگر ما بایم یک دیوی جدید را تعریف بکنیم با کلاس رو و داخل ازی دیو دیگه را تعریف بکنیم با کلاس کل MD یا LG سنتر اوکشن 4 که بازم به این شکل هست، یک آیکن هست و یک تکس هست. اگر به همین صورت خواسته باشیم یک مقدار اگر این رو مثلا کوچک بسازیم در موبایل ها در اسکرین موبایل باز شوه، ترتیبی را که داره بازم آیکن ها در کنارش قرار داره، یعنی آیکن در بالای از او یا فرض مثال در پایین از او قرار نمیگیره. ما میخواییم دقیقا به همین شکل باشه. باز در اون صورت نیاز داریم داخل دیوی رو ما یک کل LG 4 را که داریم تقسیم بندی داخلی را هم داخل کل LG 4 باید انجام بدیم. برای از کار باز نیاز داریم شما یک دیوی با کلاس رو بگیرین و دیو با کلاس کل مثلا 3 یا 2 و یک دیوی دیگه را با کلاس کل مثلا 9. برای کل 3 آیکن استفاده میکنیم و برای کل 9 همون تکس و جزئیاتش هم. مثلا لوکیشن یک همچین آدرس داره، برای کل 3 هم خود آیکن. اگر داخل از یک آیکن قرار بدیم و پیش از آیکن پیش از تگ آی خوب است یک تگ اسپن را داشته باشین که بک‌گراند برای همه اسپن تعریف بکنید و آیکنتان را داخل بک‌گراند بانید. در این قسمت هم اگر دقت بکنیم خود آیکن ما یک بک‌گراند را هم داره و زمانی که کرسر ماوس روی از این هوور میشه رنگ تغییر میخوره. حالا میتونیم در قسمت یک آیکن استفاده کنیم FA داش مپ، فکر کنم مپ میشه لوکیشن نداره، مپ مارکس یا همچین چیزایی اگر داشته باشم مپ مارک. نداره مپ مارکر. خیر فعلا یک آیکن میمونیم، بعدا میشه آیکن چه تغییر بدیم. فعلا میمونیم یوزر. آیکن ما در قسمت آمده، صفحه خود را اگر بزرگ هم بسازیم آیکن در پایین خیلی کوچک آمده، بک‌گراند خاص را هم نداره. ما میمونیم برای آیکن خود یک بک‌گراند تعریف میکنیم و محتوای هم آیکن یا خود آیکن دقیقا در وسط قرار بگیره. در این قسمت اسپن را داریم. اگه برای از این کلاس تعریف بکنیم bg مثلا info و
دی فلکس دیسپلی از فلکس باشه باید برسه وی تو هایت هم تعریف بکنید چون خاصیت از انلاین هست یا حالتش انلاین هست باید تبدیل شوه به صورت فلکس باشه دیسپلی از فلکس ساختیم حالا یک وی تو هایت باید داشته باشه چون آیکن ما دقیقاً در وسط باید قرار بگیره استایل ویت مثلا حدود 30 پیکسل یا 40 پیکسل هایت از این به می شکل حدود 40 پیکسل هایت 40 پیکسل و شکل راوند یا گرد را هم به خود بگیره باردر رادیوس پینجا فیصد حالا اگر ببینیم به مون شکل یک حالت راوند یا گرد ساخته شد ولی باز آیکن در وسط نامده ما نیاز داریم گرچه دیسپلی را گفتیم فلکس درست؟ دیسپلی فلکس کانتنت در وسط قرار بگیره دو تا کلاس را داشتیم جاستیفای کانتنت سنتر و الائن آیتم سنتر که میشه به صورت کلاسی را استفاده کنید و یا در همین قسمت استایل کدای سی اس اس تان است اینجا هم تعریف بکنید اگر اینجا ما تعریف بکنیم justify content center سمیکالن و align items center Align items center و justify content center دو اتریبیوت هست که پراپرتی هست که میشه هم از طریق کلاس های بوتستراپ استفاده کنیم و هم از طریق کدای خودی CSSش حالا اگر ببینیم آیکن ما دقیقاً در وسط قرار گرفته هم نظر به محور X یا به صورت افقی و هم نظر به محور Y بعدش داخل دیو کل نو میتونیم یک همون تکس را داشته باشیم مثلا از نو H4 ما بانیم لوکیشن و پاینتر از یک پاراگراف را دیگه ای را داشته باشیم که همین آدرس را داخل خود داشته باشه خب از این را کپی بگیریم کنترل C کنترل V یکی پاراگراف را که ما کپی گرفتیم در یک خط قرار میگیره خب بس یک تا بیار بانیم تا در خط پایینی قرار بگیره دوباره ذخیره کردیم اگر صفحه خود را رفرش بکنیم به این شکل آیکن با لوکیشن و خود آدرس لوکیشن آیکن یک مقدار کوچکتر هست میشه یک مقدار بزرگتر تعریف بکنیم و همچنان بک‌گراندش بزرگتر باشه چیزی که در اینجا داریم ویت از ایره 60 میگیم 60 پیکسل در 60 پیکسل باشه همچنان اندازه آیکن FA-LG کار میگیریم بزرگتر شد گرچه ما در قسمت CSS گفته بودیم کلاس های LG در کل رنگش سرخ شد و که در کجا از استفاده کرده بودیم در این قسمت ها درسته؟ FA-LG رنگش سرخ شد اما به هر صورت اگه خواستین رنگش رو تغییر بدین جدا هم میشه تعریف بکنید یا مثلا FALG نمانید برای این فونت سایز تعریف بکنید استایل فونت داش سایز باشه حدود 30 پیکسل به این شکل یا 25 باشه خوب است 25 پیکسل بسیار خوب این کار هم انجام دادیم ولی در کل اگر ببینیم نظر به تمپلیت یا نمونه یک بک‌گراند دیگه ای را داره فاصله گذاری های از اینا بیشتر هست که باید این کار را انجام بدیم ما عنوان خود را داریم کانتکت و به این شکل یک پاراگراف را پایین تر از او خیلی نزدیک به هم است یک بک‌گراند جدای را نظر به قسمت تیم نداره در کل از کانتکت بعد از داخل کلاس کانتینر اگر ما بیم یک مقدار پادینگ تعریف بکنیم برش از طرف بالا یک مقدار پادینگ داشته باشه PY نظر به محور Y حدود 5 واحد پادینگ داشته باشه پایین تر قرار گرفت و برای خود سیکشن یک بک‌گراند تعریف میکنیم گرچه باید در داخل فایل CSS کار میکنیم ولی خیر انلاین کار میکنیم بک‌گراندش باشه مثلا به رنگ F2C هر رنگی که شد این رنگ شد خیر بازم در پایین تر از کانتکت از یا فاصله گذاری کانتکت از با پاراگراف یک کلاس اضافه میکنیم برش PY نظر به محور Y یا
پی بی نظر به پایین تنها پادینگ داشته باشه و هم حدود 5 واحد به این شکل. بازم پایین تر از پاراگراف یا میشود در کل برای تکست سنتر یک مقدار فاصله تعریف بکنیم. ای پی بی باشه و برعلاوی از او اگر ما بیم برای کلاس تکست سنتر که داخل از عنوان و پاراگراف ما قرار داره یک چیزی فاصله داشته باشه، پی وای نظر به محور وای حدود 5 واحد همو پادینگ را داشته باشه به این شکل. حالی قسمت بعدی را که داریم آیکن با تکستش، بک‌گراندش سفید باشه، قسمی که در اینجا هست بک‌گراند سفید داره بخواد. خب این دیوی روی ما هست که باید برای همین دیوی رو بک‌گراند سفید تعریف بکنیم، بی جی لایت یا بی جی وایت. این قسمت بک‌گراندش سفید میشه. ولی بازم ببینید در همین جا آیکن خیلی چسبیده آمده نظر به قسمت بالا. در کل میتونیم یک مقدار پادینگ برش تعریف بکنیم، پی سه از هر چهار طرف حدود 3 واحد پادینگ بگیره به این شکل. اگر ما بیم حال کل ال جی 4 خود را 3 بار تکرار بکنیم در حقیقت به همین شکل تبدیل میشه، ایمیل و کال که 3 تقسیم شده در کل. شروع کل ال جی 4 در این قسمت است و ختمش هم در اینجا، از این نقطه شروع تا به اینجا. یک بار کپی گرفتم، کنترل شیفت دی دوپلیکیت میشه دو بار و 3 بار به این شکل. حالا میتونیم جدا جدا آیکن ها و تکستش رو تغییر بدیم. مثلا آیکن از این باشه در این قسمت آیکن استفاده کردیم، از این باشه مثلا فون، اگر فون را داشته باشیم فون داریم به این شکل. و بعدیش هم از ایمیل هست که میشه آیکن ایمیل برش استفاده کنیم. میل میل نداریم، ای بود فون و پایین تر از ای باید یکی دیگه باشه در یک قسمت سپن. از این رو میمانیم انولوپ. انولوپ انولوپ همو پاکت خط رو میگه، برای از این فکر کنیم کلاس داریم. بله به این شکل. از لوکیشن هم گرچه کلاسش بر صورت میشه کلاس خود لوکیشن یا مپ مارک یا مارک مپ استفاده کنید، نام دقیقش یادم نیست. خب این تقسیم بندی را ساختیم. بازم پایین تر از او ما تقسیم بندی دیگه ای را که داریم برای فارم هست. بک‌گراند فارم هم سفید هست و فارم ما در کل برای نیم ایمیل داره که تقسیم بندی نیم و ایمیل نصف ساحه را گرفته. بعدن یک انپوت دیگه ای را داریم به تایپ یا به نام سابجکت که بازم ارزش کامل هست و مسیج. به همین شکل میخواییم یک فارم را بسازیم پایین تر از دیوی رو، روی را که در این قسمت داشتیم، البته این رو نه بلکه باید روی اولی خود را مشخص بکنیم. پایین تر از رو خب یعنی بود دیوی روی را که ما در قطع همون 3 تا تقسیم بندی را فعلا داخلش ساختیم، برای لوکیشن و برای ایشم لوکیشن شد خیر، برای لوکیشن و فون و ایمیل این 3 تا تقسیم بندی را ساختیم. پایین تر از او ما میخواییم یک تقسیم بندی دیگه را بسازیم برای فارم. ختم دیوی رو را باید پیدا کنیم. اینی بود شروعش که زیرش یک خط فعلا ایجاد شده. اگه یک مقداری به این پایین تر اینی میشه ختمش. حالا پایین تر از این ما یک تا دیوی دیگه ای را تعریف میکنیم، ایو هم به شکل رو باشه و داخل از این نیاز داریم از یک فارم بسازیم. فارم فارم ما به چی حالت یا به چی شکلی باشه؟ کلاس را شما داشتین به نام فارم گروپ، درست؟ فارم داش گروپ که بعدن می آمدیم هر انپوت را فارم کنترل می دادیم تا عرض کامل را به خود بگیره انپوت های ما. داخل فارم یک انپوت تعریف میکنیم، البته قبل از انپوت در همین اول فارم اگر ببینیم دو تقسیم شده، your name your email، این بعد دو تقسیم یا بعد دو حصه تبدیل شده. این را چه کار بکنیم؟
ما در قسمت کدا کلاس رو را داریم، درست؟ اگه بیم در قسمت یک دار جیو تعریف بکنیم به شکل کل مثلا LG یا MD 6 و یک دیو دیگه ای را هم بسازیم در کنار ازی با شکل کل LG 6. داخل از یک اینپوت میمانیم از تایپ تکست، نامش هم فعلا هر چیزی که باشه میمانیم نیم، ولیو نداشته باشه و یک چیز دیگه ای که داشته باشه چیست؟ پلیس هولدر داشته باشه. ببینید در قسمت فعلا نوشته هست یور نیم، ولی زمانی که ما تکست را تایپ بکنیم اتومات حذف میشه یا هایت میشه. او را به نام پلیس هولدر یاد میکنه، اتریبیوت به نام پلیس هولدر مثلا باشه یور نیم. از همین کل LG6 اگر ما کاپی بگیریم دوبار، خود رو در این قسمت است و داخل رو، گرچه فارم را هم داریم، داخل رو ما باز دوباره دوتا دیو را داریم با کلاس های کل LG6 که برای اینپوت ها هم شما نیاز دارین از کلاس فارم کنترل کار بگیرین. یک کلاس تعریف میکنیم برای ازی فارم کنترل. فارم کنترل اگه بریم صفحه خود را رفرش بکنیم، رو فارم گروپ مشکل ما فعلا در این قسمت است به خاطر که انپوت های ما به این شکل آمده. پیشتر در بالا ما یک دیو را تعریف کرده بودیم در این قسمت، دیو با ویت یا عرض 80% و مارجن لفتش هم 50%. این دیسپلیش فلکس هسته که در کجا فلکس هزی را تعریف کردیم؟ نه فعلا هم اگر انسپکت الیمنت بکنیم دیسپلی همون دیو ما فلکس هسته، به این خاطر انپوت های ما به این شکل آمده. زمانی که انسپکت الیمنت بکنیم و در قسمت اگر ببینیم دیو با کلاس رو در اینجا برای ما نشان میده که دیسپلی از فلکس هسته. مشکل را یافتم، خود رو کلاس فلکس را داره به خود، ولی فارم را باید داخل مستقیم دیو رو نمانیم. یعنی باید چه کار بکنیم؟ در قسمت فارم ها فارم را که ما داریم خود فارم را داخل کلاس رو ماندیم، درست؟ این کار را باید نکنیم. ما باید یک دیو دیگه را پس تعریف بکنیم در این قسمت و برای مثلا بگیم کل LG 12 کل داش LG داش 12 فارم باید داخل از این قرار بگیره کل LG 12 هم در این قسمت بسته شود و حال دیو روی ما از اینجا شروع و در اینجا ختم شده، درست؟ داخل از این کل LG 12 را ماندیم و حال داخل کل LG 12 فارم را ماندیم. اگه خواستیم همون اینپوت های ما دو تا کنار هم قرار بگیره، قسمی که در این تمپلیت یا نمونه داریم به این شکل اگر باشه، حالا میتونیم یک دیو دیگه ای را بسازیم، دیو با کلاس رو و دیو با کلاس کل مثلا LG 12 یا در کل کل تا حالت SM را هم حتی 12 باشه، کل SM 12. یک اینپوت را میاریم داخل ازی و دوباره یک تا دیو دیگه ای را میسازیم با کلاس کل داش SM 12. اینپوت بعدی خود را میاریم داخل ازی قرار میدیم. حالا اگر ببینیم فارم ما باید درست شده باشه که باز نشده. فارم گروپ فارم کنترل را هم داریم، کل SM 12. شش بله شش کل SM 6 به این حالت شد، ولی بازم خیلی چسبیده به هم است. یک مقدار فاصله داشته باشه خوب است که این فاصله را باید برای کجا تعریف بکنیم؟ برای خود کلاس رو تعریف بکنیم. از طرف بالا همون فاصله را داشته باشه پی وای یا پی تاپ پی تی میتونید استفاده کنید 5. از طرف بالا همون 5 واحد فاصله را داشته باشه. بعدن بک‌گراندش هم اگر خواستن تغییر بدین بی جی وایت، بک‌گراند ازی هم سفید باشه به این شکل. بک‌گراند سفید نه، بک‌گراند چرا سفید باشه ولی به جای پی وای از چی کار بگیریم؟ باید ام
تی 5 مارجنش 5 باشه. زمانی که مارجن بتن همون فاصله در حقیقت جدا میشه، ولی پادینگ فاصله داخلی هست. فاصله داخلی هم بک‌گراند صفحه در خود میگیره، ولی بازم اینپوت های ما خیلی چسبیده به هم آمده به این شکل. باید چیکار بکنیم؟ پادینگ هم برش بدیم. پی در کل از هر چهار طرف یا مثلا تنها نظر به محور وای، پی وای میگیم 4 باشه به این شکل. پی وای شد 4 و مارجنش شد 5 که جدا از هم آمده. بسیار خوب. یکی شد your name و بعدیش هم میمانیم مثلا your email در قسمت place folderش. your email رو در قسمت شروع و در اینجا ختم شده. پوینتر از او یا بعد از او یک input دیگه را نیاز داریم با کلاس subject که را هم مستقیم میتونیم داخل رو، نه خارج از رو، در این قسمت بانیم. input تایپش Texas و نیم ولیو هم نداشته باشه، فقط یک پلیس هولدر داشته باشه به نام سابجکت. و برای از یک کلاس فارم کنترل را هم باید بانیم، کلاس به نام فارم کنترل. فارم کنترل تا به شکل کامل قرار بگیره، ولی بازم خیلی چسبیده به هم آمده. میتونید برای روی که در قسمت دارین یک مقداری پادینگ تعریف بکنید. پی وای نظر به محور وای حدود 3 واحد پادینگ داشته باشه به این شکل. پوینتر از اینپوت ما یک تکست اریا را باید داشته باشیم. تکست اریا نامش هم هر چیزی که بود. در قسمت کلز و روز داره. اگر نخواستین کلز و رو را، یعنی کلز رو خودش اندازه برش تعیین میکنه. ببینید در قسمت برای همون تکسری ها یک عرض و یک ارتفاع با استفاده از کولز که مخفف کالم ها هست، یعنی تعداد کالم ها 80 تا و تعداد رو ها 8 تا باشه، 8 خط جا شده. ما کولز را بر میداریم چون کولز را میخواییم یا عرض را میخواییم بر اساس کلاس فارم کنترل تعریف بکنیم. یک کلاس میمانیم با نام فارم داش کنترل، عرضش 80 یا 8 پیکسل هست، 8 خط هست بخشین. درسته اگر خواستین عرض هم کمتر شوه میشه تعداد روها را از قسمت کمتر بانید، مثلا 4 یا 5 باشه که به این صورت تبدیل میشه. برای از این هم میتونید یک پلیس هولدر تعریف بکنید. پلیس هولدر و باشه مثلا چیست؟ مسیج. در قسمت پلیس هولدر هم گرفت به خود، ولی بازم نزدیک یا چسبیده هست. میتونید برای خود تکسریا کلاس را که داشتین در کنار از او کلاس بگین مارجن داشته باشه MT از طرف بالا حدود 3 واحد، مارجن تاپ 3 واحد که به این شکل فارمتان تبدیل میشه. پوینتر از او ما یک تا بتن هم داشته باشیم، بتن سابمیت بتن را در قد. اگر ما فعلا بیم input type submit تعریف بکنیم، نام از هم هر چیزی که باشه فرق نمی کنه و ولیویش باشه مثلا submit یا send message، ایشد ولیوی input ما. input فعلا در این قسمت قرار می گره. ما می خواهیم دقیقا همین button یا همین input در وسط قرار بگیره. باید چیکار کنیم؟ یک تا div تعریف می کنیم با کلاس dflex justify content center content dash center و اینپوت خود میاریم داخل از این قرار میدیم. برای از اینپوت هم کلاس btn کار میگیریم. کلاس btn btn dash primary به این شکل در وسط قرار میگیره. یک مقدار فاصله هم داشته باشه بد نیست، از طرف بالا حدود مارجن یا مارجن سی ام تی سی حدود 3 واحد مارجن داشته باشه به این شکل. میخوایم عرض خود بتن یک چیز بیشتر بسازیم. تنها عرض بتن چیکار باید بکنیم؟ نه تنها عرضش، ارتفاعش نه. میتونیم از طریق ویت هم بکنیم، بله پادینگ برش میدیم. پادینگ نظر به محور ایکس داشته باشه مثلا 4، خیلی راحت به این شکل یک مقدار عرضی خودی بتن بیشتر میشه. یا اگر 5 بانیم پی ایکس 5
به این شکل میشه. ارزش یک چیز بیشتر شده که در روی تمپلیت هم یک مقدار ارزش بیشتر هست. بسیار خوب، همون 4 باشه کافی است. پی 4 قسمت بعدی فوتر ما هسته که برای فوتر هم نیاز داریم یک سکشنی جدای را بگیریم، گرچه خود فوتر مشخصاً کلاس را element را داره یا tag را داره با نام footer. دقیقاً کارکردش مشابه با section هست. شما میتونید از footer کار بگیرین یا section، فرق نمیکنه. ولی خود footer مخصوص footer هست. کلاسی با نام footer اگر بانید مخصوص با نام footer هست. برای footer هست. بسیار خوب، کلاس footer ماندیم در این قسمت، element footer را یا tag footer را. بعدن تقسیم بندی هایی را که داخل footer داریم به چه شکل است. بازم داخل یک کانتینر قرار داره، درست؟ و 2, 3, 4 تقسیم شده. البته 4 تقسیم مساوی هم نیست. داخل از این ما باز یک بک‌گراند خوب از تعریف بکنیم برش. کلاس میمونیم به نام BG مثلا این warning یا BG warning فکر کنیم استفاده کردیم. BG info میمونیم. خب شد BG info بک‌گراندش. و داخل از این ما نیاز داریم یک div داشته باشیم با کلاس کانتینر در ابتدا. کانتینر. و بازم داخل از این نیاز داریم دیو دیگه ای را داشته باشیم با کلاس رو. و داخل دیو کلاس رو به این اساس باید تقسیم شود. فکر کنیم این 4 قسمت است، این هم 3 و این چند میمانه 6 نه دیگه 4 و 3 و 3 چند میشه؟ 2 تا 3 10 میشه؟ بس زیاد میشه. این اگر 3 بگیریم 2 تا 2 میشه در کل 6 سیو 7 میشه. 5 دقیقه قسمت بگیریم به این شکل شاید درست بیاد. در ابتدا میگیریم کل LG یا مثلا MD داش 3، دوباره کل البته داخل دیف کل داش LG داش 2 و کل داش اوپس div call lg دوباره 2 و div call lg 3 5 اگر بگیریم خیلی زیاد میشه. فکر کنم یک کار بکنیم، اینی را هم باید 3 بسازیم و این را 4 میسازیم. در کل همون 12 قسمت را باید شما پر کنید. یکش call 2 هست، اینش call 3 هست و این call 4 هست. فکر کنم خیر محتوای خودم میمانیم شاید درست شود. بازم یک عنوان یا تایتل هست، احتمالاً از H4 کار گرفته باشه. داخل از یک H4 اگر بانیم و داخل H4 مثلا My Project و پایینتر از این یک سری تکس های هست. کپی میگیریم همین چیز رو، البته داخل یک تگ P باشه بد نیست. و در ختم هر کدام از اینا یک BR هم اضافه شده. BR بسیار خوب. فون و ایمیل را داریم به این شکل. بازم پایین تر از پی یک پاراگراف دیگه را تعریف میکنیم. داخل از این پاراگراف ما داخل یک تگ بی یا بولد می نویسیم فون، دوتا کالن، دو نقطه سر به سر و مثلا این هم باشه شماره تماس مثبت و یک بی آر. دوباره یک تگ بی بولد شوه ایمیل یا باشه مثلا ایمیلش @.com. بسیار خوب، ایره هم کار کردیم. اگر رفرش کنیم صفحه خود را به این شکل شده. بک‌گراندش هم بی جی این چه گرفته بودیم؟ اینفو. یک مقدار فاصله داشته باشه از طرف بالا بد نیست. در کل برای دیوه کانتینر اگر بگیم پادینگ داشته باشه، پی وای نظر به محور وای حدود 5 واحد پادینگ را داشته باشه. چرا هر دفعه صفحه خود را رفرش میکنیم کانفرمیشن مسیج برای ما میاد؟ بله به خاطر فارم هست. در این قسمت ما چی کار کردیم یا چی داریم؟ فارم داریم، بتن سبمیت را داره. هرگاه یک فارم سبمیت بتن داشته باشه
به محض که شما صفحتان ریلود بکنید یا دوباره باز بکنید، اصلا میخواید سبمیت یا تایید شوه. آیا میخواید این فرم را کانفرم یا تایید بکنید یا خیر؟ فعلا ما اکشن از ایره بر میداریم، اکشنی خاصی نداشته باشه و یک بار صفحه خود بسته کده از سر باز میکنیم داخل پروژیکت. صفحه خود اگر یک بار سر باز کنید اصلا نمیخواید و اگر رفرش هم بکنید فعلا نمیخواید، ولی زمانی که داخل فارم خواستون یک چیز را بنویسین و بعدا او را تایید کردین، خب تایید نکردین، هر دفعه مو کانفرمیشن مسیج را ازتان میخواید. بسیار خوب، یک تقسیم بندی را داریم در این قسمت و داخل دیو با کل LG2 قسمت پایینتر دیو کل LG2 محتواهای دیگه ای که است معمولا لینک ها را در قسمت فوتر قرار میتن. راست نگفتم، در فوتر چیا زیادتر گذاشته میشه؟ در فوتر معمولا آدرس و شماره تماس همچین چیزهایی گذاشته میشه و لینک هایی که زیاد استفاده میشه. شاید یک پروژه خیلی بزرگ را مد نظر اگر بگیریم، لینک هایی که زیاد کاربرد داره یا خیلی زیاد استفاده میشه در قسمت فوتر قرار میده و معمولا بعضی فارم ها، بعضی وبسایت ها خود همو مسیج را که از یوزر میگیره در قسمت فوتر قرار میده. گرچه در همین تمپلیت یا در این نمونه خود فارم در کجا قرار داده؟ پایینتر از بالاتر از فوتر. اما معمولا در بعضی وبسایت ها اگر شما ببینید در این قسمت جایی برای گذاشتن مسیج یوزر هست، یک فیدبک را یا بخواهی یک مسیج را بته میشه در قسمت فارمش باشه. معمولا در قسمت دیتایی که از یوزر میگره نام یا ایمیل، نام و ایمیلش یا تنها ایمیلش ممکن باشه با سبجکت و مسیجش. به هر صورت ما میخواییم به این شکل لینک ها را بسازیم. هر کدام از اینها لینک هست. زمانی که ما کرسر موضوع خود را بیاریم روی ازی شکل لینک را یا شکل دست را به خود میگیره پوینتر ماوس و میتونیم روی از یک کلیک کنیم تا ما را ببره به همون قسمت مشخص. داخل کل LG2 یک H5 را میمونیم و این باشه مثلا most important page important pages یا links pages و چند تا لینک دیگه ایره که داریم. البته لینک ها رو اگر ببینیم از طریق یک لیست ساخته شده، درست؟ ULLI و هر کدامشان همو آیکن رو هم به خود داره، آیکن از ارو یا تیر. میشه در این قسمت یک لیست رو تعریف بکنیم UL داخل ULLI و داخل LI تگ A، همون لینک ها رو میمونیم. مثلا باشه هوم، باشه مثلا about us، services. ولی پیش از اینا اگر شما فعلا اگر صفحه خود رفرش بکنیم به این شکل شده هوم، about us، services. به جای همون bullet point را که داره میگیم ارو یا تیر باشه، درست؟ شما می کار را میتونید از طریق یک تصویر هم انجام بدین. اگه تصویر جداگانه ای را داشته باشین به جای بولت پوینت که در لیست استفاده میشه ما داشتیم لیست استایل تایپ، درست؟ این باشه نان یا فرض مثال باشه یک شکل راوند، شکل سرکل، سکویر، شکلهای مختلف را داشتیم. لیست استایل تایپ را میتونید آدرس هم بتونید یک تصویر استفاده کنید. در ورد هم شما میکار شاید انجام داده باشین تصویر استفاده کرده میتونید، ولی فعلا میگیم از آیکن های فونت اویس هم کار بگیریم. خب در اون صورت میشه داخل تگ A یک تگ دیگه ای را داشته باشیم، از یک اینپوت دیگه ای را داشته باشیم، باشیم اینپوت نه تگ I یا همون ایتالیک را، و برای از یک کلاس تعریف میکنیم کلاس FA FA dash left arrow اگر کار بده. کار نمیده. خیر یک بارم این کلاس شما میبینیم که در این قسمت از کلاس به نام FA FA-Chevron-Right کار گرفتیم، ولی بازم خود لست الیمنت ها یا همون بولت پوینت لست ما باقی هست. اینا را اگر ببینیم اینا هست، باید او را برداریم از طریق لست استایل تایپ و برش بگیم نن. دست قسمت CSS هم میشه یا اینجا دانه دانه اگر تعریف بکنیم هم میشه. میم در قسمت CSS راحت تر تغییر میدیم داخل کدای CSS و فایلی داشتیم به نام style.css
تمام لیست ها را اگر به شکل بگیم UL داخل UL LI ها و list style type باشه none ذخیره کردیم. دوباره صفحه خود را رفرش بکنیم، همون style type های از اینا برداشته شده و رنگ خود input رنگ خود لینک را که داریم رنگ آبی هست و background ما هم تقریبا آبی هست، یا background را تغییر بتین یا رنگ لینک را BG info نه مثلا بانیم چی BG light به این شکل BG light سفید کامل هم نیست، یک شکل خاکستری رنگ خیلی روشن میشه. از BG light کار گرفتیم سفید خیره. خب یک مقدار فاصله بین خود همین آیکن و تکس ما هم باشه بد نیست. چه قسمی فاصله را با وجود بریم؟ فاصله بین خود آیکن و بین تکس ما باشه. اینجا از آیکن ما و بعدش تکس قرار داره. چیکار بکنیم؟ راحت تر؟ بله مارجین میتونیم برش. M R مارجین از طرف راست داشته باشه حدود 4. ولی مارجین رو فکر نکنم بگیره چون گرفت. دیسپلی از این لاین هسته ولی برصورت مارجین را گرفت. زیاد از 3 میمانیم. MR 3. ولی یک مشکل دیگه ای را که داره از طرف چپ خیلی فاصله داره. درست؟ خود LI ما از طرف چپ فاصله زیاد را داره. همون فاصله را بخوایم کم بکنیم بازم در قسمت CSS یک بار ببینیم فاصله از خود LI هست یا از خود UL هست. Inspect element میکنم در قسمت. این فاصله را اگر ببینیم از خود UL هست. ببینید در قسمت زمانی که ما inspect element بکنیم قسمت سبز رنگی که برتان نمایش داده میشه در قسمت پادینگ UL هست. یعنی فاصله خود UL را باید برداریم. میگم UL پادینگ left پادینگ رایتش یا پادینگ در کل باشه 0 پیکسل. البته ببینید که دیگر جاها مشکل به وجود نیاره. ما در کل گفتیم تمام LI ها پادینگش باشه 0 پیکسل. این قسمت برطرف شد ولی جاهای دیگه اگر از لیست کار گرفته بودین حالا احتمالاً خراب شد. اگر شما دیگه قسمت ها لیست نداریم فقط بجز از بالا نوبار خود که نوبار جدا استایل را داره. به هر صورت بسیار خوب آیکن را هم گرفت و به این شکل میشه لینک های بعدی را هم برش آیکن استفاده کنیم. بازم داخل ایندکس تگ آی را یا همون آیکن خود را میتونیم برای دیگرهایش هم کپی بگیریم. کنترل سی در قسمت و در قسمت بازم این چند تا کپی بگیریم. این شد لینک های ما most important pages. یا تکست شم کوتاه‌تر بانیم important pages یا links. به این شکل باز در کنار از این یک سری لینک های دیگه هست که مربوط به یک پیج دیگه میشه. فرضاً our services میتونیم به این شکل یک لینک را بسازیم. البته در این قسمت لینک های از اونا مقدار پدینگش یا مقدار فاصلهش نظر به لینک دیگه بیشتر هست و منظم‌تر هم هست. زمانی که ما اوور میکنیم کارسر موضوع خودم یاریم ریاضی آبی رنگ میشه. درست؟ میتونید اما کارها را هم انجام بدین. فعلا کارسر موضوع اگر بیاریم آبی تیز میشه، در حالت دیفالت یا پیشفرض آبی روشن هست. پس یک کار میکنیم در قسمت برای LI ها میگیم در کل پادینگ داشته باشه. پادینگ داشته باشه از طرف بالا و پایین حدود 10 پیکسل و از طرف چپ و راست 0. خراب که میکنه اگر دیگه جای های داشته باشین. از جمله مثلا در اینجا دارین که تاثیر مانده. پس مشخصا یک کلاس تعریف بکنید برای از یک کلاس یا یک آیدی و بر اساس همو تعریف بکنید. پس یک کار میکنیم در قسمت برای یو ال ما یک کلاس میمونیم به نام footer link. بر اساس همین کلاس استایل تعریف میکنیم. حالا در قسمت پایین ما UL داشتیم با کلاس footer link و داخل از او LI ها هر چیزی که بود
برش بگیم پادینگ از طرف بالا و پایین 10 هم نه بلکه 5 پیکسل باشه و از طرف چپ و راست باشه مثلا 0 پیکسل. دیگه شما باید ذخیره کنیم کنترل S کنترل R. قسمت بالا پس 9 بار ما به حالت قبلی برگشت و در اینجا اگر ببینیم بین هر کدامشون از طرف بالا و پایین 5 پیکسل پادینگ هست که بالا از این میشه 5 پایین از این میشه 5 یعنی 10 پیکسل در کل پادینگ بین از اینا قرار داره. بسیار خوب، میشه در کل از همین کلم دی دو محتوایش کپی بگیریم از اینجا تا به این قسمت و هم عنوانش باشه فرزن Our Services. Our Services. بسیار خوب، در کنار از او ما بازم یک فارم را داریم، فارم سابسکریپشن را. بعضی وبسایت ها را اگر دیده باشین زمانی که شما محتوایش خوشتان آمده باشه یا مثلا بخواین همون رو تعقیب بکنید روزمره یا مثلا هفتوار میتونید سابسکرایب بکنید، یعنی اشتراک بکنید در همون وبسایت و این وبسایت زمانی که هر خبر جدید را هر پست جدید را در وبسایت خود بانه در صورت که شما سابسکرایب کرده باشین برای شما هم ایمیل میشه که میتونید از قسمت سابسکرایب بکنید. ولی ما میخوایم فعلا یک همچین سابسکرپشن بتن را با یک اینپوت بسازیم که در قسمت اینپوت ایمیل باید در چوا و کلیک کنید روی سابمیت تا تایید شوه. خب داخل کل LG4 همون تقسیم بندی آخری را که داشتیم یک H5 میمونیم و join our newsletter پایین تر از این دوباره یک پاراگراف هست مثلا یه هم تکسش پی یک بار صفحه خدا ببینیم فعلا فاصله گذاری های از این هم باید مراد شد به این شکل یک انوان داریم و بعد از یک پاراگراف هست پایین تر از این ما یک اینپوت را نیاز داریم که بازم یک فارم نیاز داریم شما تعریف بکنید فارم اکشنش اگرچه فعلا نمیمانیم اینپوت با تایپ تکست option با تایپ ایمیل value هم نداشته باشه اگر خواستین یک پلیس هولدر بتون خوب است پلیس هولدر your email. خب ما میخواییم بتن در کنار از این قرار بگیره درست؟ بتن در کنار از این قرار بگیره input از تایپ submit و value یزی هم باشه subscribe یک مقدار فاصله بین هم هست که میشه این فاصله رو برداریم ولی برای خود اینپوت اگر خواستین کلاس استفاده کنید ما کلاس را داشتیم به نام فارم اینلاین فارم داش اینلاین و حالی برای اینپوت کلاس تعریف میکنیم فارم کنترل. اگه امکان جا شدنش باشه اردوی از اون میشه کنار هم جا شد درست جا میشه و برای بعدیش هم کلاس فارم کنترل تعریف میکنیم کلاس فارم داش کنترل و از btn هم کار میگیریم btn btn داش مثلا پرایمری به این شکل. یک مشکل را که داره نظر به تمپلیت این قسمت های بتن و از اینپوت ما راوند شده تا جای درسته اما در همین تمپلیت اگر ببینیم راوند نشده تقریبا مثل از این فهمیده میشه که چسبیده به هم باشه. حالا شما میتونید دو طرف از ایره از حالت راوند خارج بکنید یعنی طرف بالا و طرف پایین چپ از ایره از حالت راوند خارج بکنید گرچه اگر شد امیره کار میکنید این دو طرف از حالت راوند باید خارج شده. در قسمت CSS یا مشخصا در داخل خود همی اگر کار بکنیم برای اینپوت ما یک استایل تعریف میکنیم استایل و باردر داش لفت از خود اینپوت باردر طرف راستش رادیوس نداشته باشه در کل دیگه قسمتش رادیوس داره میگیم باردر داش لفت رادیوس 0 پیکسل یعنی باردر لفت راستش بباشیم باردر طرف راستش رایت رادیوس 0 پیکسل باشه
اگه این حالت رو هم نگرفت میتونید important تعریف بکنید تا به صورت اجباری همیره به خود بگیره. right important. حالا اگر ببینیم در این قسمت که بازم round نشده، یک بار inspect element میکنیم هم اینجا. input type email border radius را گرفتیم ولی ایره نگرفته بخود border right radius border dash radius server pixel border radius در کل شد server pixel ولی قسمت بالای را که تعریف کردیم border right radius نه. خب به این حالت فعلا رادیوس داریم که هر دوی از این بتن ها تقریبا چسبیده به هم آمده، your email و subscription button. border radius از اینا را در کل گرفتیم صفر پیکسل باشه و چیزی که مانده فقط در قسمت پایین چند تا آیکن های سوشیال میدیا مانده، میتونید اینا را هم اضافه بکنید. جای اگه سوال باشه میشه پرسون کنید.